سوریه درعا. سرآغاز از همین کوچه ها بود، جایی که پاسخ فریادهای اعتراض به استبداد گلوله و آتش شد. از ژانویه 2011 که مردم درعا و لازقیه و هومس به خیابان آمدند تا بهار عربی سوریه را آغاز کنند، کسی فکر نمی کرد که سرنوشت مردم سوریه با مردم دیگر کشورهای عربی چنین تفاوتی داشته باشد. اما بشار اسد همدستانی داشت که اعتقادی به عقب نشینی نداشتند. ماهیت قضیه در سوریه و ماهیت قضیه در این کشورها متفاوته. در این کشورها حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم بود، اما در سوریه دست آمریکا آشکار است، مشهود است. خامنه ای این سخنان را تنها چند ماه بعد از آغاز طوفان در سوریه گفته است. او سال بعد باز هم سعی کرد حساب سوریه را جدا کند. ما با این نگاه در قضیه سوریه موضع گیری کردیم. ما با آمدن خون از بینی یک انسان مسلمان هم موافق نیستیم و دردمون میاد. همه خواسته های ملت ها بایستی از طرق متعارف معمولی بدون خشونت های اینجوری حل بشه. اما خامنه ای نه در تهران و نه در دمشق اجازه نمیداد که خواست ملت ها به گفته خودش از طرق معمولی و بدون خشونت پیگیری شود. سپاه قدس، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، با تصمیم علی خامنه ای از همان ابتدای کار در سوریه وارد عمل شده بود. ماه‌ها قبل از آن که اعتراضات سوریه به جنگ داخلی تبدیل شود و درست از همان زمانی که اعتراضات تنها تظاهرات خیابانی بود. بعدها خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی صریحاً از دخالت سپاه قدس در سرکوب اعتراضهای مردمی نوشت. نخستین حضور و اقدام نیروی قدس در سوریه حالت توجیهی، مستشاری و آموزشی داشت. با هماهنگی مسئولان نیروی قدس، کارشناسانی از نیروی انتظامی به توجیه و آموزش پلیس سوریه در برخورد با شورش‌های خیابانی پرداختند. خامنه ای چند سال بعد، پس از دریای خون در سوریه و پس از جنون قتل عام‌ها و زندان‌ها و شکنجه‌ها و کودک‌کشی‌ها در دیدار با بشار اسد گفت: جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت می‌داند و از صمیم قلب به آن افتخار می‌کند. نتیجه آن چیزی که خامنه‌ای به آن افتخار می‌کرد را در آمار امسال سازمان ملل می‌توان دید. تا مهر ماه آمار کشته شدگان در سوریه ظرف 10 سال دست کم 350209 نفر است. 8% قربانیان کودک و 8% زنان هستند. گزارش میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، دوره بین مارس 2011 تا 2021 را پوشش می‌دهد و تنها آمار قربانیانی را شامل می‌شود که هویت کامل آنها و تاریخ و مکان کشته شدنشان مشخص است. به گفته باشله، قربانیان دیگری هستند که هیچ گونه گواهی یا اسنادی درباره کشته شدنشان وجود ندارد. در همان دوره زمانی دیدبان حقوق بشر سوریه که یک نهاد غیر دولتی است، تعداد قربانیان جنگ را حدود 494438 نفر اعلام کرده بود. حالا گروهی از مدافعان حقوق بشر با هدف بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وابستش در جنایات جنگی سوریه درخواستی برای آغاز تحقیقات مقدماتی به دیوان کیفری بین المللی ارائه کردند. این درخواست که مرکز اسناد حقوق بشر ایران با همکاری یک وکیل بریتانیایی تهیه کرده، دیروز 27 بهمن به این دیوان ارائه شده. چنانچه دیوان کیفری بین المللی این درخواست را بپذیرد، راهی جدید برای پاسخگو کردن جنایتکارانی فراهم خواهد شد که هم در ایران و هم خارج از مرزهای ایران جنایت می کنند. جنایتکارانی بدون مرز. محمد حیدری، واشنگتن دی سی.